که دارم این کار انجام میدم. سلام به همگی و خوش اومدید به برنامه انجمن. طبق معمول این برنامه اول برنامه سخنرانی هستش که سخنرانمون و بعد برنامه پرسش و پاسخ. از کسانی که تو زوم هستن درخواست میکنم که لطفا میکروفونهاتون رو خاموش نگه دارید تا آخر برنامه. خیلی ممنون. سخنرانمون امروز آقای دکتر محمد حسینی هستن. دکتر محمد حسینی از سال 2021 محقق تحت دکترا در دانشگاه نورثوسترن در شیکاگو و یکی از ویرایشگران مجله تعهد در پرورش است. پس از اخذ مدرس کارشناسی در مدیریت در آندیویوک و کارشناسی ارشد در فلسفه اخلاق در اوترخت در هلند، دکتر حسینی مدرس دکترای خود را در ایرلند گرفتند در اخلاق و کمال در پژوهش. ایشون مقالات متعددی در زمینه اخلاق تعلیم و استفاده از آرایه‌های مشارکت در پژوهش و مسائل اخلاقی مرتبط با استفاده از تکنولوژی در تحقیقات علمی منتشر کردند. خیلی انتشارات زیادی دارن و مقالات خیلی جالبی الان ازشون اسم می‌برم، ولی اگر دوست دارید نگاه بکنید بگم که خیلی ممنون، خیلی ممنون به خاطر فراهم کردن این جلسه. اول همه من خیر مقدم میگم به همتون و تشکر میکنم از اینکه اومدین. یه نکته کوچیک این که من الان تقریبا بکنم از سال 2015 که دارم روی این داستان کار میکنم، این اولین باره که اصلا دارم به فارسی در مورد کارم صحبت میکنم. یعنی هیچ جایی تا حالا راجع به کارم به فارسی صحبت نکردم و اگه اشتباهی کردم یا توپق زدم یا مثلا یه جایی یهو ناخودآگاه از یه کلمه انگلیسی استفاده کردم، از همین الان ازتون معذرت میکنم. اول بعد از این باید یه مقدمه خیلی کوچیک بگم، اونم در مورد اینه که دلیل اینکه من اینجام به خاطر پدر مادرمه. این آخرین باری که پدر مادرم دیدم توی دسامبر سال 2021 تو فرودگاه امام خمینی تو تهران، و دقیقا قبل از اینکه از گیت رد بشم و بیام سوار هواپیما بشم، این آخرین باری بود که پدر مادرم دیدم. و همونجور که گفتم دلیل اینکه من الان اینجام قطعا به خاطر فداکاری و زحمتی اونا بوده و دوست دارم همینجا، چون این اولین باری که دارم به فارسی صحبت میکنم راجع به کارم، ازشون تشکر کنم. من تحصیلاتم رو سال 2003 تو ایران شروع کردم و یه فوق دیپلم گرفتم تو نرم افزار کامپیوتر. من وقتی این مسیر تحصیلیم رو برای آدم ها میگم، همه میگن چی شد تو اصلا رسیدی به اینجا؟ و فکر کردم این شاید براتون جالب باشه که این داستان رو اینجا خیلی مختصر براتون تعریف کنم. من یه فوق دیپلم گرفتم تو نرم افزار کامپیوتر. اصلا هم علاقه نداشتم. یعنی اصلا اول فهمیدم که علاقه ندارم، چون تو ایران هنرستان رفته بودم، چاره دیگه نداشتم جز این که همونو ادامه بدم. یعنی نمیشد خیلی راحت عوض کرد. برای همین هر جوری بود تماش کردم، ولی احساس کردم که نه، این چیزی نیست که من بهش علاقه دارم. بعد شروع کردم به کار کردن اینا، تا اینکه بعد یه مدت تصمیم گرفتم که از ایران خارج شم و رفتم هلند. از تمام جاها رفتم آینتوون هلند که یه جایی تو جنوب هلند، و از سال 2009 تا 2013 رشته مدیریت بازرگانی خوندم اونجا به انگلیسی، و خیلی چی میگن رنج بزرگی از تاپیک ها و مسائل مختلف رو در کنار اینکه حالا چه جوری مثلا تجارت بین المللی کنیم هم یاد گرفتم. یکی از چیزهایی که یاد گرفتم اخلاق در تجارت بود. بزنس اتیکس خیلی اون موقع مثلا تازه باب شده بود که توی دانشگاه‌هایی که مثلا مدیریت بازرگانی یاد میدن، اخلاق رو هم یاد بدن. و این مثلا آخرای دوره ما بود، مثلا سال سوم بود که اینو داشتم. و اونجا من فهمیدم که ها، من به این خیلی علاقه دارم و دوست دارم که حتما اینو بهتر بخونم و بیشتر در موردش یاد بگیرم.
خیلی اتفاقی من فهمیدم که اون شهر دیگه که تازه توش رفته بودم 2013، یعنی من درسم که تموم شد 2013 رفتم یه شهر دیگه از آینتوون، رفتم به مرکز هلند اوترخت. اونجا فهمیدم که یکی از دو جاییه که یه رشته فوق لیسانس داره در مورد کاربرد اخلاق، یعنی یه Master in Applied Ethics. و من احساس کردم که خب چه خوشانس، چقدر خوب مثلا میتونم اینو اونجا بخونم و خلاصه اونجا مستر خوندم. و اون موقع بود که فهمیدم که به این حوزه اخلاق در پژوهش و تحقیق خیلی علاقه دارم و چند تا پروژه انجام دادم و خلاصه از اونجا وصل شدم به آدمایی که توی این حوزه کار میکردن و تونستم یه چند تا مثلا پروژه مهم انجام بدم که اون موقع مثلا برای کسی که فوق لیسانس کار میکرد خیلی خوب بود و جالب بود و خلاصه خودم رو یه جوری وصل کردم به این قضیه و تونستم توش بمونم و هنوزم دارم ازش خیلی لذت میبرم. بعد رفتم ایرلند، اونجا پی‌اچ‌دی خوندم. تجربه ایرلند خیلی تجربه جالبی بود چون من تقریبا 8 سال تو هلند زندگی کردم و دیگه آدم زبان یاد میگیره و فرهنگ یاد میگیره و خیلی تجربه جالب و عجیبی بود که بعد از ایران خارج شدن و پذیرفتن یه فرهنگ جدید دوباره اون فرهنگ جدیده رو بذارم کنار رو برم یه جای دیگه. و خب خیلی هم کمک کرد که انگلیسیمو بهتر کنم چون هلند همه انگلیسی بلدن ولی خب انگلیسی که تو هلند صحبت میشه انگلیسی کسایی که انگلیسی رو یاد گرفتن، کسی نیست که با انگلیسی بزرگ شده باشه. و اونجا پی‌اچ‌دی گرفتم در اخلاق و کمال در پژوهش 2017 تا 2021 ایرلند بودم. و بعد هم اومدم اینجا تو شیکاگو. کسی که الان منتور من هست تو شیکاگو رو من تو چند تا کنفرانس دیده بودم، مثلا توی کنفرانس توی دوبلین و توی کنفرانس توی ادینبرو تو اسکاتلند و با هم کار کردیم و یه مقاله چاپ کردیم و اینا. و خلاصه من که پی‌اچ‌دی‌م تموم شد به من پیشنهاد دادن که بیام اینجا و خلاصه از اون موقع هم اینجا ما روی همین حوزه کار میکنم. یه بیوگرافی مختصری بود راجع به مسیر تحصیلیم که امیدوارم سرتون رو درد نیاورده باشه. کاری که من بیشتر تمرکزم روش بوده در مورد ارج نهادن به مشارکت‌های پژوهشی بوده، یعنی recognizing scientific contributions. یکی از چیزهایی که ارج نهادن به مشارکت‌های پژوهشی رو خیلی مهم می‌کنه میراث و ماندگاریه. ما به عنوان آدم‌ها حالا هر کاری که انجام میدیم، می‌خواد کار پژوهش باشه، می‌خواد هر کاری که باشه، ما اینکه از خودمون یه میراث به جا بذاریم خیلی برامون مهمه. برای همه آدم‌ها مهمه. شما می‌بینید طرف مثلا میره چه می‌دونم خیریه باز می‌کنه، طرف میره به یه نفر خوبی می‌کنه، طرف مثلا می‌خواد یه کتابی بنویسه. همه دوست دارن یه میراثی بعد از خودشون باقی بمونه. کسی که کار علمی میکنن هم این براشون خیلی مهمه. انواع و اقسام روش‌های مختلف ارج نهادن هم وجود داره. از چه میدونم به یه نفر بگیم مثلا پدر علم فلان، مثلا پدر علم اقتصاد، پدر علم شیمی، پدر بایوشیمی، مادر نمیدونم این. اینا همه مدل‌های ارج نهادن به کاریه که یه نفر توی یه حوزه خاص کرده. میراث اون نفر میشه. اینا خب ماندگاری های تاریخی میشه بعضیاش. ولی خیلی وقتا هم هست که مثلا ما مشارکت میکنیم توی یه کار خاص. جامعه شناسای علم که کسایی هن که رفتار پژوهشگرا رو بررسی میکنن، اینا میگن که آقا ارج نهادن به مشارکت های پژوهشی دوتا کار خیلی مهم و اساسی در پژوهش انجام میده. یک، اینا این ارج نهادن تبدیل میشه به یک سرمایه نمادین برای تهاتر و مبادلات اجتماعی. تهاتر یعنی عوض کردن چیزی با چیزی بدون پول. مثلا شما وقتی میشی مؤلف یه مقاله‌ای و شروع میکنی به نوشتن یه مقاله، ممکنه به چند نفر دیگه پیشنهاد بدی که بیان باهات همکاری کنن و این باعث میشه که اونا بعدن اونا هم به شما پیشنهاد بدن که شما هم رو پروژه هم اونا کار کنی. یه جور تعامل رو باعث میشه.
یه کار مهم دیگه که میکنه اینه که باعث تقویت مسئولیت پذیری و تعهد میشه. وقتی من اسمم بالای یه مقاله هست، وقتی من اسمم بالای یه کتابی هست، این نشون دهنده اینه که من نسبت به محتوای اون نوشته مسئولیت دارم و تعهد. مسئولیت و تعهد دو تا چیز متفاوتن. برای اینکه این فرقشون رو بفهمی یه مثال کوچیک بزنم، یه پرانتز کوچیک. اگر من به عنوان یه بچه 12 ساله یه سنگ بردارم شیشه یه جا رو بشکونم، مسئول شکوندن شیشه منم، ولی متعهد به پرداخت هزینه شیشه اولیای منه. فرق مسئولیت و تعهد اینه. حالا برگردیم به بحث اصلی. اجنهادن به مشارکت های پژوهشی یکی از کارهایی که میکنه اینه که عامل تقویت مسئولیت پذیری و تعهده. قبل از که سرتون رو بیشتر از این درد بیارم، دوست دارم بپرسم کسی تا حالا مؤلف بوده؟ مقاله چاپ کردین؟ یا مثلا بلاگی نوشتین؟ یا مثلا چیزی منتشر کردین به هیچ زبونی؟ مؤلف مشترک چی بودین؟ یعنی مثلا با کسی دیگه ای روی چیزی کار کنین؟ اوکی. این خیلی بابه که یعنی خیلی زیاد اتفاق میفته که کسایی که کار پژوهش میکنن یا چیزی تألیف کنن، یعنی نویسنده یه چیزی باشن، یا به طور مشترک این کار انجام بدن. توی یه سری حوزه ها مثلا مثل فیزیک یا نجوم مقاله هایی هست با صدها نفر، یا مقاله هست با 5000 نفر توی فیزیک هسته‌ای. همه اینا عنوان مؤلف رو میگیره. حالا این عنوان مؤلف یه تعریفی باید داشته باشه دیگه، چون همونجوری که گفتم یه سرمایه نمادینه که باعث مبادلات اجتماعی میشه و تهاتر، و همینطور هم باعث ایجاد تعهد و مسئولیت. یه کمیته هست به اسم کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی، و اینا یه تعریفی آوردن درست کردن برای مؤلف که آقا کی مؤلفه. ما وقتی میگیم مؤلف مقاله علمی، این چه شرایطی رو باید حائز، چه شرایطی باید باشه که ما بهش بگیم مؤلف. و 4 تا شرط گذاشتم. 1، شما اگه میخوای مؤلف بشی باید مشارکت قابل توجه در فهم یا طراحی کار یا مالکیت، تجزیه و تحلیل یا تفسیر داده های کار بکنی، و تهیه پیشنویس کار یا تجدید نظر جدی آن بر اساس محتوای مالکیت معنوی، و تصویب نهایی نسخه منتشر شده، و موافقت برای پاسخگویی به تمام جنبه های کار و تضمین اینکه سوالات مرتبط با صحت یا یک پارچگی هر بخشی از کار به طور مناسب مورد بررسی قرار گرفته و حل شود. خیلی درخواست زیادیه که هر نفر هر 4 تای اینا رو ببینه. نکته ای که خیلی مهمه اینه که اینجوری نیست که شما یا 1 یا 2، اینجوریه که هم 1 هم 2 هم 3 هم 4، هر 4 تاشو باید ببینید. و یه سوالی که خیلی پیش میاد اینه که خب مثلا مشارکت قابل توجه یه چیز خیلی انتزاعیه، اون چیزی که برای من قابل توجه ممکنه برای اینجرین قابل توجه نباشه. مثلا شما الان زحمت کشیدین چایی آوردین، شاید از نظر من این کار اصلا قابل توجه نباشه، یا ممکنه مثلا مشارکت یه نفر ماها طول کشیده باشه، مشارکت یه نفر 3 روز طول کشیده باشه. بنابراین مفهوم قابل توجه خیلی انتزاعیه و برای آدمای مختلف یه چیز مختلفی ممکنه باشه. همینجوری من میتونم راجع به تک تک اینا ایراد بگیرم و بگم که چه مشکلی میتونه داشته باشه، ولی برای اینکه سرتون رو درد نیارم میرم به سوال اصلی که آقا آیا تمام مؤلفین تألیفات پژوهشی واجد هر شرط، هر 4 شرط هستن؟ جواب خیلی ساده اینه که نه، نیستن. چون تقاضای خیلی زیادیه که هر کدوم از این آدما هر 4 تا شرط رو ببینه. برای همین خیلی وقتا این اتفاق نمیفته. و دلیل اینکه این اتفاق نمیفته اینه که این مفهوم مؤلف و تألیف یه مفهومیه که به یه زمان گذشته تعلق داره. دیگه الان خیلی اون مفهوم، اون چی میگن، معنی که قبلا داشت و نداره. قبلا کسایی که تحقیق میکردن مثل گالیله، مثل نیوتن، اینا کسایی بودن که عشق به کار داشتن و خودشون یه نفری مثلا میرفتن چه میدونم
یه آزمایشی انجام میدادن، بعد راجبش مینوشت، همه کارش خودشون میکردن خب، و مسئولیت هرچی هم که میگفتن با خودشون بود. الان دنیای تحقیق و پژوهش دیگه واقعا اونجوری نیست. چجوریه؟ اینجوریه که آقا انواع و اقسام مهارت ها احتیاجه و انواع و اقسام آدم های مختلف با بینش ها و دیدگاه های مختلف برای پیشبرد کار باید حضور داشته باشن و این منجر به این شده که تعداد مؤلفین هم بره بالا. شما میخوایم اگه کسی مشارکت کرد مشارکتشو ارج بنهیم دیگه، و این ارج نهادن در حال حاضر بهترین راهش اینه که بهشون بگیم مؤلف. چهار تا دلیل عمده که تعداد مؤلفین زیاد شده توی رشته های پژوهشی، یکی اینه که روش های پژوهش پیچیده تر شده. مثلا ما از داده های بیشتری مجبوریم استفاده کنیم و استفاده از این داده ها مهارت های خاص میخواد. تکنیک های متفاوتی باید استفاده کنیم، ابزار متفاوتی باید استفاده کنیم و همه اینا آدم های جدید میخواد. مشارکت های فنی زیاد شده. انگیزه های شخصی و حرفه‌ای، همون بحث میراث و اینکه آقا من میخوام یه ماندگاری از خودم بذارم زیاد شده و مهمتر شده. و فشارهای سازمانی، دانشگاه‌ها از طریق تعداد مقاله ها و خروجی هاشونه که با هم مقایسه میشن و بنابراین دانشگاه ها هم خیلی وقتا فشار میارن به پژوهشگرا که مقالت کو چرا چاپ نمی کنی؟ مگه قرار نبود؟ بعضی تو قراردادشون حتی ذکر شده که شما مثلا باید سالی دو تا سه تا مقاله چاپ کنید توی مجله هایی که توی مثلا این کوارتر، توی مجله هایی که مثلا رتبه بالایی دارن. این فشار سازمانی باعث شده که آدم ها خودشون رو ملزم بدونن که تو انواع و اقسام پروژه ها دخیل باشن و هی بخوان مؤلف پروژه ها و مقاله ها و کتاب های بیشتری باشن. وقتی که تعداد مؤلفین بیشتر میشه، مشارکت ها وابسته و پیوسته میشن. وابسته و پیوسته یعنی چی؟ یعنی این که انجام دادن کار یک ملزم به اینه که کار قبلیش انجام داده شده باشه. تا چای، تا آب جوش جوش نیاد که ما نمیتونیم چای درست کنیم. بنابراین این دوتا به هم وصله. تو علم هم همین جوریه. خیلی وقتا هست مثلا یه نفر باید داده جمع‌آوری کنه، تا اون کسی که داده کارش جمع‌آوری داده از کارشو انجام نده، اون کسی که کارش آنالیز کردن داده است نمیتونه کارشو انجام بده. و مهمتر از اون، کیفیت این کار نفر دوم وابسته به کیفیت کار نفر اوله. یعنی اون کسی که دیتا جمع میکنه اگه این کارو درست انجام نده، نفر دوم هم نتیجه کارش بی خودی از آب در میاد. اینه که اینجوری یه شبکه‌ای از همکاری‌ها و مشارکت‌ها مدام در حال شکل‌گیریه و تمام مشارکت‌ها به هم وصله. یه دقیقه اینو همینجا نگه داریم. اون تعریف مؤلف رو یادتونه چقدر سخت بود؟ مشارکت قابل توجه، نمیدونم تو نوشتن مشارکت داشته باشه و قبول کنه که مسئولیت کار رو قبول می‌کنه و اینکه اون نسخه آخر. وقتی اینجوری مشارکت‌ها، اون تعریف خیلی به درد نمیخوره. یه کلمه که من برای این سخنرانی مجبور شدم جستجو کنم و پیدا کنم، مفهوم فارسی، ببخشید، معادل فارسی برای کلمه پارادایم. پارادایم به فارسی میشه ابرنگاره. اون تعریف مؤلف به یه ابرنگاره دیگه ای تعلق داره. دنیای تحقیق و پژوهش الان این شکلیه و وقتی اینجوریه یه سری اتفاقا میفته. اولیش افزایش احتمال اشتباهه. انواع و اقسام اشتباهات توی پژوهش اتفاق میفته که باعث میشه مثلا آدما مقاله هاشون رو پس بگیرن، ریتراکت کنن، یا مثلا ممکنه باعث بشه که بعضی آدما اصلا درگیر کارهای قضایی بشن، ازشون شکایت بشه. مثلا کسایی که از نهادهای دولتی مثلا مثل NIH چیز گرفتن، پول گرفتن، نظارت رو کار اینا خیلی زیاده و اگه اشتباهی انجام بدن پدرشون رو در میارن. و یه دلیل این اشتباهایی که خیلی زیاد اتفاق میفته همینه که تعداد آدم ها زیاده و خروجی ها و محصولات مختلف
پژوهش هی دست به دست میشه و این باعث افزایش احتمال اشتباه میشه. یکی دیگه پخش شدن مسئولیت هاست. وقتی تعداد آدمایی که توی تحقیقا انقدر زیاد میشه، مسئولیت ها پخش میشه، یعنی responsibilities are diffused. دیگه نمیشه، ما نمیتونیم دست بذاریم روی یه نفر بگیم آقا دلیل اینکه کیفیت این چایی الان اینه، اینه که تو کارت رو درست انجام ندادی. چون 200 نفر توش دخیل بودن و پیدا کردن اون نفری که مسئول اشتباه خیلی سخت میشه. و اینا باز ما رو به این فکر برمیگردونه که آقا ارج نهادن مشارکت ها مهمه، به خاطر اینکه باعث میشه ما بتونیم مسئولیت ها و تعهد ها رو جدی‌تر بگیریم و احتمال اشتباه خطا رو بیاریم پایین، و اگه خطایی هم رخ داد بدونیم یقه کیو میتونیم بگیریم و بفهمیم که خب کیو برای چه کاری باید مشارکتش رو ارج بنهیم، که منجر میشه به بالا بردن دقت و صحت. یعنی چیزی که ما میخوایم اساسا اینه که دقت و صحت ارج نهادن به مشارکت ها بره بالا. مدرن ترین و جدیدترین سیستمی که یا میشه گفت ابرنگاره یا پارادایمی که به وجود اومده در سالهای اخیر برای حل این مشکل، یه چیزی به اسم آرایه‌های مشارکت. آرایه مشارکت چیه؟ فهرستی استاندارد از نقش‌ها برای توصیف مشارکت‌های فردی در پژوهش. یعنی که ما به جای اینکه هر کی که تو پژوهش دخیل بوده بگیم شما مؤلفی، شما مؤلفی، شما مؤلفی، به جای این میگیم آقا خب شما تو کار اینوستیگیشن بودی، شما تو کار کندوکاو بودی، شما تو کار جستجو بودی. خب ما به جای اینکه بگیم شما مؤلفی، بذار بگیم شما کارت این بوده، یا مثلا شما نسخه اولیه رو نوشتی، ما بگیم نسخه اولیه رو شما نوشتی. چرا الکی بگیم مؤلف؟ این یه بعضی وقتا میشه گفت یه جور حسن تعبیره یا یه جور یه تعبیر اشتباهیه. آقا شما داده ها رو مثلا به شکل درآوردی، تجسم کردی، این به شما بگیم آقا شما این کارو کردی دیگه، چرا راه دور بریم؟ این باعث میشه که چی؟ نقش های در هم تنیده شده و خلاصه شده تحت عنوان مؤلف تفکیک بشه و ما بتونیم بگیم کی دقیقاً چی کار کرده. و یکی از نتایجش هم پاستاج و ارج نهادن حداکثری به مشارکت های پژوهشی فارغ از تألیف یا معیارهای اونه. این الان داره استفاده میشه. مثلا الان شما اگه بخوای به مجله پلاس وان یه مقاله بدی که اونجا منتشر بشه، با یه همچین چیزی مواجه میشی. شما بالا اسما رو مینویسی، بعد میتونی از این چک باکس ها تیک بزنی که مثلا ایندرین کارش چی بوده، دو تا سه تا هر چند تا از اینا که لازمه رو میتونی انتخاب کنی، بگی که آقا ایندرین این کار انجام بده. و وقتی که مقاله چاپ میشه، مثلا الان این یه مقاله است راجبه sleep disturbance، مقاله که چاپ میشه شما رو اسم مؤلف که بزنی این نقش ها میان، این نقش های استاندارد که اون اول انتخاب شده بود اینا میان، یعنی مشخص که این نفر اول چی کار کرده، نفر دوم چی کار کرده. حالا شما ممکنه به من بگی که خب محمد تو این همه قصه گفتی و گفتی که اینا سخت و فلان اینا، این الان راه حلش که هست، ما الان این آرایه‌های مشارکت رو داریم و با استفاده از این میتونیم بفهمیم که کی چی کار کرده دیگه، درسته؟ این درسته تا یه بخشیش. و من الان سعی میکنم بگم مشکلات اخلاقی استفاده از این ابرنگاره یا پارادایم جدید چیه. یکی از مشکلات اینه که خب الان این سیستمی که من به شما نشون دادم توی اون مجله پلاس وان از یه استانداردی استفاده میکنه به اسم کردیت. کردیت 14 تا آرایه مشخص داره، یعنی 14 تا نقش مشخص داره. خب مشکل و یه طبقه بندی بسته است. منظور از طبقه بندی بسته اینه که ما دیگه نمیتونیم همینجوری به طور دل بخواهی یه مشارکت جدید بهش اضافه کنیم، این همینه. خب یه مشکل طبقه بندی های بسته هم همینه که نمیشه کارهای جدید، چون علم مدام در حال پیشرفته و مشارکت های علمی هم مدام در حال تغییرن. خب این که درد آینده ممکنه نخوره که. یه نمونه
یه نمونه نقشی که الان خیلی مثلا من باش درگیرم و میبینم که چه تأثیری داره، نقش کتابداری. کتابدار یعنی لایبرارین. تو تصور یه آدم عادی کتابدار چیکار میکنه؟ کتابکار مثلا شما میری کتابخونه، به شما کتاب میده، بعد شما میاری میبره میذاره تو قفسه. کتابدار یه کتابخونه جدید اصلا این کارو نمیکنه. کتاب من الان دفترم توی کتابخونه است و کتابخونه که من توشم فکر میکنم نزدیک 30 نفر کارمند داره. از این 30 نفر شاید 3 نفر بخشی از کارشون این گذاشتن و برداشتن کتابه. یه تعداد خیلی زیادی از اینا تو کار تحقیق کمک میکنن. چی کار میکنن؟ مثلا شما میخوای مطالعه مروری انجام بدی، میخوای literature review انجام بدی، اینا تکنیک های خیلی خاص رو بلدن که تمام مجلاتی که چاپ شده رو به صورت سیستماتیک و هدفمند برای شما جستجو میکنه. و بنابراین این کار این کتابدارها خیلی خیلی مهمه برای پیشبرد تحقیق. و بدون اینا اصلا تو خیلی روشهای خیلی کارهای تحقیق ممکنه اصلا یا درست انجام نشه یا اصلا انجام نشه. الان به این نقشه اگه نگاه کنیم، کتابدار هیچ جا نمیشه وصلش کرد. یعنی اگه یه نفر کار کتابداری انجام داده باشه و مثلا کمک کرده باشه که ما جستجو کنیم اون چی میگن the literature corpus، کسی که به ما تو کار جستجو کمک کرده باشه رو نمیتونیم ارج بنهیم دقیق. یه مشکل این سیستم اینه. آها، یه چیزی که یادم رفت بگم، ببخشید، این بود که هر کدوم از این نقش‌ها یه تعریفی داره. مثلا formal analysis این تعریفشه که حالا باعث میشه بهتر فهمش بره بالاتر. یه مشکل دیگه اینه که بعضی پروژه ها خیلی خاصن و ما نمیتونیم از این آرایه ها استفاده کنیم. این پروژه رو که اینجا گذاشتم یه مثال خیلی بارز و روشنی از این قضیه هست. این پروژه اسمش هست اینا یه اطلس زبانی از زبانهای بومی آمریکای جنوبی در حال درست کردنشن. بعد خیلی کار جالبی که میکنن، مثلا شما رو هر کدوم از این جاها که کلیک کنی، شما میتونی اون زبانی رو که این آدمای اونجا صحبت میکردن یه سری جملات و یا حرف‌ها رو بشنوی. یعنی مثلا کلیک میکنی میشنوی. بعد این یک پروژه‌ای که مثلا 15 سال در حال انجام شدنه. دوباره ما نمیتونیم از تمام اون 14 تا استفاده کنیم برای اینکه نقش هایی که این تو وجود داشته رو دونه دونه به طور خاص و دقیق بیان کنیم. یه مشکل دیگه اینه که بسترهای علمی با هم متفاوتن و توی یه سری حوزه های علمی نقش هایی هست که دوباره توسط اون آرایه ها نمیشه خوب دیدش. یه نمونه بهش میگن به انگلیسی community engagement، فکر کنم به فارسی بهترین چیزی که براش پیدا کردم مدیر تعامل با جامعه است. اینم جزء اون نقشایی که نمیشه درست توسط این داستان بیانش کرد. یکی دیگه بروندادهای متفاوت. برونداد من اینم تازه یاد گرفتم، معادل فارسی کلمه output. بروندادهای متفاوت. جواز حق انحصار یعنی patent. کسایی که تو کار گرفتن یا اخذ کردن جواز حق انحصارن هم کارشون رو نمیشه دوباره با اینا، با این آرایه ها مشخص کرد. یا کسایی که تو بیگ دیتا مثلا کار میکنن، کلان داده. یه چیز دیگه اینه که خب مثلا ما الان این آرایه ها رو با یه سری کلمات خیلی عمومی داریم بیان میکنیم، مثلا نرم افزار. ولی خیلی آدم ها اومدن گفتن که بابا نرم افزار خیلی کار گسترده ایه، یه تیم خیلی بزرگ میخواد، بعضی وقتا کارهای پیچیده تیم خیلی بزرگ میخواد و همه اینا رو تحت عنوان نرم افزار عنوان کردن اصلا به درد نمیخوره، چون خیلیاشون کار خیلی متفاوتی از هم انجام میدن و اصلا اینجوری اصلا از این استفاده نکنیم شاید بهتر باشه. یه نکته دیگه اینه که این دستورالعمل‌های دقیقی برای استفاده از اینا وجود نداره. نکته دیگه اینه که
انتخاب مشارکت کننده ها و اون مفهوم مشارکت قابل توجه اینجا هم اذیت میکنه ما رو. ما برای اینکه این آرایه ها رو ازش استفاده کنیم نمیدونیم یه نفر باید مثلا 2 روز مشارکت کرده باشه، یه نفر باید 2 سال مشارکت کرده باشه. یه سری پروژه ها، مخصوصا پروژه هایی که مربوط به رشته نیوتریشن، مواد غذایی میشه، تغذیه میشه، خیلی وقتا پروژه ها ممکنه مثلا 10 سال طول بکشه، بعد 1000 جور اتفاق میفته، این آدم میره، اون آدم میاد، یه آدم مثلا 3 روز هست، یه آدم 10 روز هست، یه آدم 6 سال هست. به همه اینا ما نمیتونیم بگیم مشارکت کننده و همون مقدار مشابه ارج بنهیم به مشارکت باشه. نکته آخر، مشکل دسترسی و محدودیت های زبانیه، چون اینا الان همه به انگلیسیه و معادل فارسی برای این آرایه ها در حال حاضر وجود نداره و این چیزیه که من میخوام ببینم آیا ما میتونیم با هم یک کاری براش بکنیم. من یه کپی آوردم از این 14 تا آرایه و یه QR کد هم گذاشتم برای کسایی که اگه دوست دارن آنلاین اینو اسکن کنن. با معادل انگلیسی و فارسی این آرایه ها میخوام هر کدومتون اگه میتونید به اینا نگاه کنید و ببینید که کجا میشه اینا رو بهتر کرد. مثلا یه دونه یا دو تاشو انتخاب کنید و ببینید جایی هست که اینو مثلا بشه بهتر کرد. و این آخرین اسلاید منه و از الان دیگه میتونیم با هم حرف بزنیم و معاشرت کنیم و یا اینم که روی این مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه کار کنیم اگه دوست دارین. و خلاصه من در خدمتم و بازم خیلی ممنون، خیلی تشکر میکنم از شما، از شما و همه کسایی که وقتشون رو به من دادن. با این درباره این صحبت بکنیم، این بیشتر با عنوان یک کامنت هستش. اینکه یوز نیریز نیست به خیلی کمتر این هستش که مشارکت باشه به این باید رو با یک پروتوکولی داشتم صحبت کنم. این خب هم بین نیریز نیست داری خود هم بین که خیلی اصلا نگاه بدی داشت پروژه هایی که مثلا وقتی که چاپ میشن بیشتر از 2 نفری توش باشن، گفتن که اصلا اینا مهم نبودن و اینا نباید این اسم مؤلف رو داشته باشن و اینجور این هستش، اینجور نظریه که این کار کردن اصلا داره بعد رتبه تعریف و انتشار کردن این دید یه دید یعنی دیدیه که وجود داره و مخصوصا توی رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی خیلی این نگاه وجود داره. تحقیقات نشون میده که اساسا و بلخص از دهه 80 میلادی به بعد تعداد متوسط مؤلف بر مقاله مدام در حال افزایشه. یه دلیلش، 4 تا دلیلش رو گفتم، پیچیدگی ها و اینا، پیچیدگی های روش های علمی، مشارکت های فنی و همه اینا. یه دلیلش همینجوری که گفتید اینه که اون مفهوم چه عنوان مؤلف رو خیلی راحت پژوهشگرا به مثلا آدمایی که چه میدونم مثلا یه استاد بزرگتریه یا مثلا یه استادی که قبلا کمکش کرده خیلی راحت اینو به اون میدن به عنوان مثل هدیه، بهش میگن گیفت آخرشه، به عنوان هدیه بهش میدن. خب ولی خیلی وقتا هم هست که این مشارکت ها خیلی اساسی و کمک کننده است برای جلو بردن پروژه های علمی. مثلا شما میتونید به این فکر کنی که من خودم خیلی وقتا بوده که تو حوزه منم بیشتر مقاله ها نهایتا 2 تا 3 تا مؤلف دارم، ولی خیلی وقتا بوده که مثلا اون نفر دوم یا سوم
شاید در مجموع مثلا 20 تا کامنت داده. همین. ولی اون 20 تا کامنت رو اگه اون آدم نمیداد، اولا کیفیت کار من اون چیزی نبود که در نهایت شد. دوما اصلا ممکن بود چاپ نشه، چون ادیتور مجله‌ای که دارم براش میفرستم همون اول کار میگفت نمیخوایم، خدافظ. یعنی اینم هست. ولی حرف شما هم درسته. اساسا گفتم به نظر من مفهوم مؤلف مفهومی که به یه پارادایم گذشته تعلق داره و ما هنوز درگیر و داره چی میگن خلاص کردن خودمونیم از این مفهوم، ولی مدام و مدام هم مهمتر میشه دیگه. به نظر میاد که بعضی از خیلی بیشتر به این فکر اهمیت بیشتری داشتن. بعضی از این میگن خب مؤلف مؤلف هم بعضی ها همیز مدت که بعد بریم که همیز رو شهر بیشتری کردن. فوکو میگه که یه مقاله داره، من شاید اینو بگم 40 دفعه خوندم و هنوزم دوست دارم بخونمش، انقدر که خوب نوشته و انقدر که مهمه. اسمش هست What is an author. توی اون مقاله میگه که مؤلف بسته به بستر و زمان متفاوت مفهوم متفاوتیه. مؤلف توی کار هنری تعریفش یه چیز دیگه است. چی میگن کرایتریایی که باید ببینی، معیاراش یه چیز دیگه است و عملکردش یه چیز دیگه است. تا پژوهش، تا ادبیات، تا مثلا هر حوزه‌ای که شما بهش فکر کنی که تألیف توش مهم باشه، حوزه به حوزه این قضیه با هم فرق می‌کنه و حتی زمان به زمان. یعنی از الان تا مثلا 20 سال دیگه، الان مخصوصا شاید فکر کنم بیشترتون در مورد چت جی پی تی شنیدین دیگه، اون کلا قضیه تألیف رو داره اینجوری میکنه، از این رو داره به این اون رو میکنه و یه چی میگن یه چالش خیلی جدید و عجیب غریبی برای کسایی که تو این حوزه کار میکردن به وجود آورده. من خودم مثلا الان میگم 6-7 ساله دارم روی این حوزه کار میکنم. از نوامبر پارسال که چت جی پی تی اومده اصلا کار من عوض شده. یعنی این کارهای قبلی که دیگه انجام میدادم انگار دیگه زیاد مهم نیست، به خاطر اینکه اون مفهوم تألیف رو این قضیه داره به چالش میکشه. شما چه فرصت‌هایی که من میبینم جدا از ریسک و مشکلاتش نیست، ولی اگه بخوام به طور خلاصه بگم، اولین فرصتی که میبینم اینه که باعث جلوگیری از هدر رفتن وقت میشه. مثلا خیلی وقتا هست شما میخوای یه چیزی رو خیلی سریع پیدا کنی، یه چیز خیلی کوچیک، بعد یهو مثلا میری ذهن درگیر میشه، میری تو گوگل از اینجا اونجا، مثلا یهو میگی یه ساعت رفت. توی کارهای اینجوری خیلی ممکنه کمک کنه، ولی همه این جایی هم که کمک میکنه با یه ریسک خیلی بزرگ میاد و اون هم ریسک بایس هست. بایس به انگلیسی چی میشه؟ اغما. غرض ورزی. خیلی ممنون. با غرض ورزی میاد. چون آره نه ممنون، از اون کلمه های قشنگ هم از قرض ورزی. ولی این قرض ورزی رو ما مشکلی که وجود داره اصلا نمیدونیم چی هست. یعنی ما میدونیم چی ها، منتها مشکل اینجاست که چون یه چیزی مثل چت جی پی تی داده‌ای که استفاده شده برای تمرین دادنش موجود نیست، ما نمیدونیم اینو از چه داده‌ای استفاده کردن و اینم نمیگن، نه به کسی میگن این سیستم چجوری کار میکنه دقیقا، مثلا سورسش چیه، سایت به ما رفرنس نمیده، به ما مرجع نمیده. بنابراین خیلی وقتا ممکنه یه طرز فکر یا یه جهانبینی خاص رو مدام تبلیغ کنه و دائمی کنه. این سیستم الان داره فقط توسط کسایی که فارسی، ببخشید انگلیسی
صحبت میکنن یا بلدن به انگلیسی صحبت کنن تمرین داده میشه. شما میدونستین که چت جی پی تی توی چین، ایران، روسیه، ونزوئلا و اوکراین اصلا قابل دسترسی نیست. نه به خاطر اینکه تو اون کشورها فیلترها، نه، سیستم اصلا اون نمیخواد که توسط اون آدم ها استفاده بشه. شما ببین قرض ورزی و چی میگن تبعیض دیگه نیست. تقریباً همه فیلدا مخالف زن خیلی کمه. بله. فکر میکنی اگر این رولا بیشتر تخصیم شه بیشتر ببینیم مثلا اسمای زن ها بره جلو؟ خیلی سوال مهم و قشنگ کردی. یه دلیل این که این رول ها الان خیلی داره به شدت استفادهش توصیه میشه اینی که داره به ما نشون میده که زنها تو پژوهش چی کار میکنن، زنها و مردا. خب مثلا یه چند تا تحقیق هست که نشون میده که اگه شما به همین عنوان این نقش رو نگاه کنی، یه سریاش عنوان مثلا با کلاستر و باحال تری داره، مثلا سوپرویژن یا نظارت و سرپرستی، خب، یا مثلا فاندینگ اکویزیشن، کسب منابع مالی. این دوتا رول الان ما از وقتی شروع کردیم از اینا استفاده کردن فهمیدیم که این دوتا رول بیشتر به مردها داده میشه و زنها اکثر اوقات مثلا تو کار اینوستیگیشن یا پراجکت ادمنستریشن کار میکنن. یه دلیل اینکه استفاده از اینا میتونه اون تبعیض‌های جنسیتی رو از بین ببرن همینه، برای اینکه به ما نشون میده در حقیقت چه کاری داره انجام میشه. حالا همیشه احتمال دروغ گفتن وجود داره ها، یعنی همیشه میشه اینا رو یه جوری وارونه نشون داد، ولی تا الان به ما کمک کرده که بفهمیم خب زنها دارن چی کار میکنن، پولو کی میاره. چون تو پروژه های بزرگ اونی که پول میاره حرفش از همه مهمتر میشه. شما اگه پول بیاری میتونی بگی کی تو پروژه باشه کی نباشه، اگه مقاله قراره چاپ بشه کی اول باشه کی آخر باشه کی وسط باشه، کی چیکار بکنه کی چیکار نکنه، کی بیاد کی بره، همه اینا رو اون کسی که پول میاره است که دنیا رو میچرخونه. کاری که خواهش مون اینم خیلی سوال قشنگیه. الان بیشتر دارن نشریات و انتشارات ها رو تشویق میکنن که توی اون سابمیشن پورتال پلاس وان الان نشون دادم دیگه که اینا رو پیشنهاد بدن. حالا بعضی جاها واجبه، یعنی بعضی جاها حتما باید ازش استفاده بشه، ولی بعضی جاها هم اختیاریه. و تا الان هنوز تحقیقی انجام نشده که ما ببینیم از نظر هنجاری یا رفتاری چه فرقی ایجاد میشه وقتی که اجباری زوریه یا دل بخواهیه. راستش به نظرم تو هر چه تو اروپا چه اینجا به این قضیه هنوز به چشم سردرد نگاه میکنن. یعنی مثلا میگن ای بابا یه کار دیگه هم حالا باید بکنیم قبل چاپ کردن کارمون. اون چند تا تیکی که نشون دادم، مثلا شما فکر کن اگه پروژه چون 200 تا مؤلف داشته باشه باید برای 200 نفر دونه دونه اینا رو تیک بزنیم، سردرد دیگه. برای همین اساساً کسایی که این کارو میکنن خیلی رغبتی نشون نمیدن، مگر اینکه زوری باشه. اگرم زوری باشه که خب دوباره هزار جور ولی تا الان میگم بعضی مجله ها حتمیه، یعنی حتما باید این کارو بکنیم، و بعضی مجله ها
دل بخواهید. بعد دوباره اونجوری هم مثلا در مورد دیپ ست آتیست صحبت کردیم و همیشه خب اینطوری خیلی هم میخوان فرست آتور باشن همیشه دیگه. مثلا یه جورایی دیسکریمینیشن هم میتونه بشه که مثلا استادایی که میخوان فرست آتور باشن یه رول دیگه واسه مثلا آدم های دیگه پیدا کنن بذارن و خودشون همچنان مثلا اگر یه هایرارکی بدیم به این مثلا رولا، یعنی یه جورایی انگار چیزی میشه جلوگیری کرد که این هم دقیقا یه کامنت خیلی مرتبط و کامنتی هم هست که آدم های دیگه از رشته های مختلف هم همینو گفتن که آقا این هم دوباره یه سیستمیه که میشه گیمش کرد، میشه باش بازی کرد. هر سیستمی اساسا که مربوط به ارج نهادن باشه همیشه قابل بازی دادنه و به نظرم خیلی ساده لوحانه است که ما فکر کنیم با مثلا دقیق تر کردن ارج نهادن یا ریکگنیشن میتونیم اون مشکل اصلیه که مشکل انسانیه رو حل کنیم. اون مشکل انسانیه سر جاشه، چه ما اینو استفاده کنیم چه میدونم مثلا دوربین بذاریم که آدم ها رو لحظه به لحظه کنترل کنه. مثلا الان شما اگه تو گوگل داک یه چیزی تایپ کنین یه سری برنامه‌هایی هست که به شما کمک میکنه ببینین کی چند کلمه نوشته، کی چقدر زمان اونجا صرف کرده. مثلا مطالعه مروری اگه انجام بدی، برنامه‌هایی هست مثل رایان مثلا به شما نشون میده کی چند تا چکیده مقاله نگاه کرده، کی چند دقیقه توی اون برنامه بوده. و آدم ها انواع و اقسام روش‌های مختلف برای نمیدونم فارسی ما میگیم پیچوندن قضیه استفاده میکنن. و اینم همون جوریه. مثلا مثال بزنم برای شما، من چون کارم اینه انواع اقسام مثال های اینجوری رو دیدم. مثلا من یه مقاله دیدم توی همون مجله پلاس وان، مجله معتبری هم از اینا استفاده کرده بودن. بعد به مقاله 24 تا مؤلف داشت، از این 24 نفر 23 نفر نقششون سوپرویژن بود. خب میگی همون دیگه، اگه شما همتون در حال نظارت بودین خب کی کار انجام داده؟ یعنی منظورم اینه که این هم میشه دوباره ازش سوء استفاده کرد و اون مشکل انسانیه. مشکل این نیست که ما ابزار مورد نظرشو نداریم، مشکل انسانیه. و تا اون فرهنگ به وجود نیاد که شما فقط باید به خاطر کاری که انجام دادی ازت تشکر بشه و نخواهی به خاطر کاری که بقیه انجام دادن باریکلا بگیری، این کماکان ادامه خواهد داشت. برای کار شما خیلی از شما تشکر. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. میشیم هفته ایتی هم صحبانه میکردم داختم اونی که انشاءالله دوباره انشاءالله همه دوره هم جمع بشیم. خیلی ممنون. خواهیش میکنم چایی به کنید بفرمایشی بخواهید خیلی ممنون. خیلی ممنون شما.